سلام بر همگان من بن سبتی سخنگوی اداره دیپلماسی عمومی اسرائیل به فارسی اینجا هستم تا اخبار و گزارشات روزانه را به زبان فارسی در اختیار شما قرار دهم با دیدن ویرانی که حمله هفت اکتبر به غزه ارمغان به آورد بسیاری برای درک انگیزه رهبران حماس تلاش می‌کنند چرا حاضرن این واکنش متقابل ویراگن را بر مقام بیاورند باید میدانستند که اسرائیل مجبور خواهد شد به حمله بیدلیل قتل عمد، آدم ربایی، شکنجه و تجاوز به غیر نظامیان بیگناه پاسخ جدید دهد؟ آیا به عواقب خود اهمیت دهند؟ زندگی خانواده هایشان؟ ویدیوهای جدیدی که دیشب توسط ارتش اسرائیل منتشر شد، محاسبات آنها را روشن می کند. در حالی که بسیاری از غزه از عواقب آن رنج می برد رهبری حماس و خانواده هایشان در شبکه‌ای از سنگرهای شخصی که زیر خانه‌هایشان حرف شده بود، به خوبی محافظت می‌شدند. این سازه های بتون مسلح اغلب, اغلب شش، هفت طبقه در عمق زیرزمین و در اثر ضربات آسیب ندیدند. به عنوان مثال این در مخفی اتاق نشیمن وار به اعماق زمین به این پناهگاه منتهی می شود. مجهز به برق، قرآن، سجاده و لوازم این پناهگاه ها کاملا از ویرانی بالا جدا شدند. هر چقدر هم که بد باشد ممکن است به آنجا برسند پایین همه جا سالم و امن است از جایی که آنها مردم غزه را به نبردی شرورانه با اسرائیل وادار کردند به نظر می رهبری حماس و خانواده آنها از عواقب آن مسون ماندند شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر رأی خود را درباره قطعنامه پیشنهادی برای آتش بس به امید ادغام آرای لازم برای نجات حماس به تعویق انداخت این مصادف با پایان جلسه سالانه مجمع عمومی است زمان مناسب برای بررسی یک سال سازمان دیدبان سازمان ملل، یک سازمان غیردولتی ناظر، خلاصه ای از قدنامه های سازمان ملل را در سال گذشته منتشر کرد که هر کشور را محکومی کرد، که کشور به وضوح در این آمار برجسته است. اما این وسواس نسبت به اسرائیل به قیمت سایر مسائل مهم جهانی تمام می شود. در اینجا بخشی از بحران هایی است که در قدنامه رسمی سازمان ملل به سطح محکومیت نرسیده. در سواله یمن شورشیان حوثی ناوگان دزدان دریایی ای ایجاد کرده کشتی های بین المللی با موشک های کروز توسط تروریست های مسلح با هلیکوپتر مورد حمله قرار گرفته و حتی به آتش کشیده شدند یک ائتلاف 20 کشوری برای حفاظت از آبهای بین المللی تشکیل شدند اما این امر توجه مجمع عمومی سازمان ملل را جلب نکرد همچنین بحران انسانی جاری در یمن ناشی از فعالیت های تروریستی حوثی های تحت حمایت ایران در این کشور چنین نبود رژیم ایران مشغول صدور ترور به خارج از کشور است و در داخل کشور نیز مشکلات دارد و در سال جاری به اوج 8 ساله اعدام یعنی بیش از 600 اعدام رسیده اتهامات از جرایم مواد مخدر تا زنای محسنه با حداقل سه زندانی نوجوان اعدام شدند رهبران رژیم ایران مرتبا خواستار نابودی اسرائیل یکی از کشورهای عضو سازمان ملل و تامین مالی تسلیح و آموزش سازمانهای تروریستی در سراسر جهان هستند با این حال هیچ از اینها به سطح قطنامه سازمان ملل متحد نرسید با این حال سازمان ملل خواستار آتشبس فوری بین اسرائیل و حماس شد بهانه آن کمک های بشردوستانه بود اما عبور این کمک به صورت معمول توسط اسرائیل تحصیل می شود. واضح است که هدف واقعی نجات حماس از تلاش های اسرائیل برای از بین بردن آن گروه تروریستی بود. اسماعیل حیا رهبر حماس تروریست بزرگ با مهربانی وقت گذاشت و یک ویدیو تشکر شخصی ارسال کرد. کانادا، استرالیا و نیوزیلند از آتشباس پایدار در غزه حمایت می کنند. ریاکاری این موزه مورد سرننش تند وزیر امور خارجه آمریکا بلینکن هم قرار گرفت. Again, we hear, uh, many urging... ما میشنویم که بسیاری از کشورها خواستار پایان این درگیری هستند اما من نمیشنوم که کسی از حماس خواسته که پشت غیر نظامیان پنهان نشود سلاح را زمین بگذارد و تسلیم شود اگر حماس این کار را بیش از 6 هفته پیش میکرد بهتر بود مانند همیشه ما در تمام ساعات شبانه روز با اطلاعات تماس روی صفحه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم سپاسگزاریم. گذاریم